انجیل متا فصل اول شجر نامه ایسای مسیح پسر داوود پسر ابراهیم ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام و ارام پدر امینوداب و امینوداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر اوبید از رود و اوبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبعام و رهبعام پدر ابیها و ابیها پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر اوزیا و اوزیا پدر یوتام و یوتام پدر احاز و احاس پدر حزقیا و حزقیا پدر مناسا و مناسا پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود و یوشیا پدر یکونیا و برادران او بود در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند پس از تبعید یهودیان به بابل یکونیا پدر سالتیل شد و سالتیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایل و ایل یهود پدر ایلازر و ایلازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل و زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است. تولد ایسای مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف درآمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود، به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت ای یوسف پسر داوود از بردن مریم به خانه خود نترس زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد. با کره ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد فصل دوم عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدن، پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مسترب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در استراب فرو رفتند. او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد. و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید آنها جواب دادند در بیت لحم یهودیه زیرا در کتاب نبی چنین آمده است ای بیت لحم در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی زیرا از تو پیشبایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود آنگاه هیرودیس از مجوسیان خاص به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان میرفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد وقتی ستاره را دیدند بینهایت خوشحال شدند پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند آنگاه صندوقهای خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و کندور و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اختار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت برخیز کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر خواندم. وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب دادن بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و کمتر را در بیت الله و تمام حومه آن طبق تاریخ که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست. صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راهیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت. زیرانان از بیم رفتند. پس از درگذشت هیرودیس فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده به او گفت برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند درگذشتند پس او برخاسته کودک و مادرش را برداشت و به سرزمین اسرائیل برگشت ولی وقتی که شنید آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است، ترسید که به آنجا برود، و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت، و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد، به این طریق پیشگوی انبیا که گفته بودند او ناصری خوانده خواهد شد، تحقق یافت. فصل سوم در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و تعلیم داده می گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است یحیا همان کسی است که اشعیای نبی درباره او میگوید مردی در بیابان فریاد میزند راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. لباس یحیا از پشم شطور بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و اصل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدن و به گناهان خود اعتراف می کردن و در رود اردن از او تمید می گرفتن. وقتی یحیی بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمدند با آنان گفت ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم داریم بدانید که خدا قادر است از این سنگ برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. من شما را با آب تعمید می دهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من می از من تواناتر است و من لایقان نیستم که حتی کفشهای او را بردارم. او شما را با روح القدس، و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد یحیی سعی کرد که او را از این کار منصرف نماید و گفت آیا تو پیش من میایی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم. عیسی در جواب گفت بگذار فعلا اینطور باشد. زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد. پس یحیا قبول کرد. ایسا پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازر شده به سوی او می آید و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. فصل چهارم آنگاه روح خدا ایسا را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسفسه ها امتحان کند. ایسا چهل شبان روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وصفس کننده به او نزدیک شده گفت اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود. ایسا در جواب گفت کتاب مقدس می فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتاب مقدس میفرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد مبادا پایت به سنگی بخورد عیسی جواب داد کتاب مقدس همچنین می‌فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان کتاب مقدس می‌فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. آنگاه ابلیس ایسا را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی ایسا شنید که یحیی بازداشت شده است به استان جلیل رفت ولی در شهر ناصره نماند بلکه به کفرناهوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که میفرماید زبولون و نفتالی سرزمین هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند جلیل در قسمت بیگانگان قومی که در تاریکی به سر میبرند نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید. عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم میزد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا میانداختند زیرا آنها ماهیگیر بودند عیسی به ایشان فرمود دنبال من بیایید تا شما را سیاد مردم گردانم آن دو نفر فورا تورهایشان را گذاشتند به دنبال او رفتند عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. ایسا آنها را پیش خود خان و آنها فورا قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتن. ایسا در تمام جلیل میگشت، در کنیسه های آنها تعلیم میداد و مجده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و بیماریها و ناخوشیهای های مردم را، شفا بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او می و او آنان را شفا می بخشید. جمعیت کثیر نیز از جلیل و دکاپولس از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند فصل پنجم وقت ایسا جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است خوشا به حال ما تمزدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد خوشا به حال رحم کنندگان زیرا ایشان رحمت خواهند دید خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشا به حال صلح دهندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند، خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا میرسانیدن. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت، دیگر مصرفی ندارد، جزان که بیرون ریخته، پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند. و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نه آمدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پسترین فرد محسوب خواهد شد. حال که هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادر از تو شکایتی دارد هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد ای که گفته شده زنا نکن اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود آن را بیرون آور و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی، تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده، هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید، باید طلاق نامه ای با به او بدهد. اما من به شما می گویم، هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری میکشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن. نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است و نه به سر خود زیرا قادر نیستیم موی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد زیاد بر این از شیطان است شنیده ای که گفته شده چش به عوض چش و دندان به عوض دندان اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید. و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید مگر باجیران همین کار را نمی کنند اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید مگر بیدینان همین کار را نمی کنند پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. فصل ششم مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید. زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن چنانکه ریاکاران در کنیسه ها و خیابانها ها میکنن تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتن و اما تو هرگاه صدقی می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدق دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند، یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتن. هرگاه تو دعا می کنی، اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن. و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند پرستان. وردهای بیمعنی را تکرار نکنید. آنان گمان می با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می پس شما این طور دعا کنید. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کردن بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا عبداللاباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه های خود را تغییر میدهند تا روزدار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتن. اما تو وقتی روزه میگیری به سرت روغم بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند. بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد گنجهای خود را بر روی زمین جایی که بید و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقل زده آن را میدزدند ذخیره نکنید بلکه گنج های خود را در عالم بالا یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی و دزدان نقب نمی و آن را نمی ذخیره کنید زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود چراغ بدن چشم است اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد چون یاد از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید. آنها نه میکارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنن. ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست. کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نبو می کنند. آنها نه زحمت می و نه می ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود، اینطور می آراید آیا شما را ای کم ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانید پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم چه بنوشیم و یا چه بپوشیم تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می که شما به همه این چیزها احتیاج دارید شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است. فصل هفتم درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. هموطور که شما دیگران را محکوم می‌کنید خودتان نیز محکوم خواهید شد با هر پیمانه که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت چرا پرکاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پرکاه را از چشمت بیرون آورم حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری. ای ریاکار، اولان چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، وانگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوکها نریزید، مباد آنها را زیر پا لگد مال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید. به شما داده خواهد شد بجویید پیدا خواهید کرد بکوبید در به روی تان باز خواهد شد چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد و یا وقتی ماهی میخواهد ماری در دستش بگذارد پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید میدانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصی تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به حلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می بسیارند اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند از انبیای دروغین برحضر باشید که در لباس میش به نزد شما میآیند ولی در باطن گرگان درندند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا میتوان از بوته خار انگور و از خاربون انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار میآورد و درخت فاسد میوه بد، درخت نیکو نمیتواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرند و در آتش میاندازند بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحا با آنان خواهم گفت من هرگز شما را شناسم، از من دور شوی. ای کاران پس کسی که سخنان مرا میشنود و با آنها عمل میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود باران بارید سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زوراور گردید اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد باران بارید سیل جاری شد و باد وزیده به با آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیر شدند زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم میداد. فصل هشتم وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت ای آقا اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت البته میخواهم پاک شو و فورا آن مرد از جزام خود شفا یافت آنگاه عیسی به او فرمود مواظب باش که چیزی به کسی نگویی بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا آنها شفای تو را تصدیق نماید. در آن وقت که عیسی به کفرناهوم وارد میشد، یک سروان رومی جلو آمد و با التماس به او گفت ای آقا غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. ایسا فرمود من می و او را شفا می دهم. اما آن سروان در جواب گفت ای آقا من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم وقتی به یکی میگویم برو میرود و به دیگری میگویم بیا میآید و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن میکند عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت جایی که گریه و فشار دندانه است افکند خواهد شد. سپس ایسا به آن سروان گفت برو مطابق ایمانت به تو داده شود. در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی ایسا به خانه پتروس رفت مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. ایسا دست او را لمس کرد تب او قطع شد. و برخواسته به پذیرایی ایسا پرداخت. همین که غروب شد بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا میداد. تا پیشگوی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود او زعفهای ما را برداشت و مرسهای ما را از ما دور ساخت. ایسا جمعیتی را که به دورت جمع شده بودند دید و به شاگردان خود دستور داد که به طرف دیگر دریاچه بروند یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت ای استاد هر جا که بروی به دنبال تو میآیم ایسا در جواب گفت روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. یکی دیگر از پیروان او به او گفت ای آقا اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم عیسی جواب داد به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند ناگهان طوفانی در دریا برخاست به طوری که امواج قایق را پر می ساخت. ولی عیسی در خواب بود. پس شاگردانش آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند ای خداوند ما را نجات بده ما داریم هلاک می عیسی ایسا گفت ای کم ایمانان چرا اینقدر می ترسید؟ و سپس برخواسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آن چه واقع شد متحیر شده گفتند این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند. هنگامی که عیسی به آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرعت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند: ای پسر خدا با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟ قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوک مشغول چریدن بود. و دیفا از ایسا خواهش کرده گفتند اگر میخواهی ما را بیرون برانی ما را به داخل آن گله خوک بفرست. عیسی فرمود بروید پس آنها بیرون آمده به داخل خوک ها رفتن تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند خوکبانان پا به فرا گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید فصل نهم عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت پسرم دل قویدار گناهانت آمرزیده شد. فورا بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند این مرد سخنان کفرامیز می گوید. ایسا به افکار آنان پی برده گفت چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد. سپس با آن مفلوج گفت برخیز بستر خود را بردار و به خانه ات برو. آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمود. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا دید که در محل وصول عوارض نشسته بود عیسی به او گفت به دنبال من بیا متا برخواسته به دنبال او رفت هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد؟ ایسا سخن آنان را شنیده گفت بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تندرستان بروید و معنی این کلام را بفهمید من رحمت می خواهم نه قربانی زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند چرا ما و فریسیان روزه میگیریم ولی شاگردان تو روزه نمیگیرند عیسی در جواب گفت آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند زمانی میآید که داماد از ایشان گرفته می شود در آن روزها روز خواهند گرفت هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی کنند. زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزند اگر بریزند مشک ها پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می تا هم شراب و هممش سالم بمانند. ایسا هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت دختر من همین الان مرد ولی میدانم اگر تو بیایی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد. عیسی برخواسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت دوازده سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد زیرا پیش خود می گفت اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت عیسی برگشت و او را دیده فرمود دخترم دل قوی دار ایمان تو تو را شفا داده است و از همان لحظه او شفا یافت وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نوح سرایان و مردم وحشت زده را دید فرمود همه بیرون بروید این دختر نمرده بلکه خواب است اما آنها فقط به او میخندیدند وقتی عیسی همه را بیرون کرد به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست خبر این واقع در تمام آن نواحی انتشار یافت در حالی که عیسی از آنجا میگذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد میکردند ای پسر داوود به ما رحم کن و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند عیسی از آنها پرسید آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم آنها گفتند بلیه ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود زیرا دیو داشت عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است اما فریسیان گفتند او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. ایسا در تمام شهرها و دهات میگشت و در کنیسه ها تعلیم میداد و مجده پادشاهی خدا را اعلام میکرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا میداد وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آنها سوخ زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند پس به شاگردان خود گفت در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمعآوری محصول خود بفرستد. فصل دهم ده عیسی ایسا دوازده هواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این از اسامی آن دوازده رسول اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا فیلیپوس و برتولوما توما و متای باجگیر یعقوب پسر حلفی و تدی شمعون قیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این دوازده نفر را به مأموریت فرستاده بانها آنها گفت از سرزمین های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاه آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و کول یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید. چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و روستایی که وارد می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه وارد می شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد. و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان برمیگردد اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه میگویید گوش ندهد وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و قموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید. من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها میفرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بیازار باشید. مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد. و شما را به خاطر من پیش فرمان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت بدهید. اما وقتی شما را دستگیر می کنند، نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود. اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهری آزار میرسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد میخواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش اگر پدر خانه را به الزبول بخوانند چه نسبت های بدتری به اهل خانهش خواهند داد. پس نترسید هرچه پوشیده است پرده از روی آن برداشته می شود و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید، باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را میکشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید از کسی به ترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجش به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید. شما از گنج اشکای بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمیشناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم نه آمدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر من آمدم تا در میان پسر و پدر دختر و مادر عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر کس صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد. ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد، زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذیرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی نخواهد ماند فصل یازدهم ایسا این دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و معزه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید، آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ عیسی در جواب گفت، بروید و آنچرا که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینای خود را باز میابند، لنگان به راه میافتند. و جزامیان پاک می گردن. کران شنوا و مردگان زنده می و به بینوایان بشارت داده می شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می عیسی ایسا درباره یحیا شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نیی که از باد میلرزد پس برای دیدن چه چیز رفتید برای دیدن مردی که ملبس به لباسهای ابریشم و فاخر بود مسلما جای چنین افرادی در کاههای سلطنتی است پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید برای دیدن یک نبی آری به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است او کسی است که کتاب مقدس درباره وی میفرماید این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته است و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است اگر گوش شنوا دارید بشنوید اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می و با صدای بلند به یکدیگر می گویند ما برای شما نی زدیم نرخصیدی. نوهگری کردیم گریه نکردی. وقتی یحیی آمد نه میخورد خورد و نه می نوشید ولی همه می گفتن او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد مردم می گویند نگاه کنید او یک آدم پرخور و میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می رسد. آنگاه عیسی درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده گفت وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای بیت سیدا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفر که سر به آسمان کشیده ای به دوزخ سرنگون خواهی شد زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد، در صدوم صد انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند، اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم صد بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. در آن وقت ایساب به سخنان خود ادامه داد و گفت، ای پدر، ای خداوند آسمان زمین تو را سپاس می گویم، که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساد دلان آشکار ساخته آری ای پدر خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است فصل دوازدهم. در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزاره گندم میگذشت و چون شاگردان گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند فریسیان این را دیده به او گفتند نگاه کن شاگردان تو کاری میکنند که در روز سبت جایز نیست او در جواب فرمود آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودن انجام داد نخانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را خورد حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را می شکنند مقصر نیستند بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست اگر شما معنی این جمله را میدانستید که میگوید رحمت میخواهم نه قربانی افراد بیگناه را محکوم نمی کردید زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. پس از آن ایسا به شهر دیگری رفت و به کنیسه وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خوش شده بود. ادهی از حاضرین از عیسی سوال کردند آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی میافتد آیا آن گوسفند را نمیگیرد و از گودال بیرون نمیآورد مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است پس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن ایسا توته چیدن. اما وقتی ایسا از ماجرا با خبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید. و با آنها دستور داد که درباره او به کسی صحبت نکنند. تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که میفرماید این است بنده من که او را برگزیدم او محبوب و مایه شادی من است او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. نه خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او می توانست هم حرف بزند و هم ببیند مردم همه تعجب کرده میگفتند آیا این فرزند داوود نیست اما وقتی فریسیان این را شنیدن گفتند این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود بانان گفت هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند. و اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنن؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاه خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند جز آنکه اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را قارت کند هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است بجز کفری که علیه روح القدس بگوید این کف آمرزیده نخواهد شد هر کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست نه در این دنیا و نه در دنیای آینده اگر میوه خوب میخواهید، درخت شما باید خوب باشد زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد چون که درخت را از میوهش میشناسند ای مارها شما که آدمهای شریری هستید چگونه می توانید سخنان خوب بگویید زیرا زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن میگوید مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورند. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن ای که گفتند را بدهند. زیرا بر طبق سخن خود یا تبرعه خواهی شد و یا محکوم. در این وقت دی از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند ای استاد میخواهیم آیتی به ما نشان بدهی او جواب داد فرقه شریر و بیوفا آیتی میخواهند و تنها آیتی که با آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است همانطور که یونس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهد ماند در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند زیرا مردم نینوا وقتی معزه یونس را شنیدند توبه کردند حالانکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است ملکی جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حالانکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است وقتی روح پلید از شخصی بیرون می برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بیاب سرگردان می شود. و چون نمی با خود می گوید به خانه ای که آن را ترک کردم بر می گردن. پس بر می گردن و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می و هفت روح شریتر از خود را جمع می کند و می آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می شوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود و از مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود. ایسا هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدن و در بیرون ایستاده می با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستاده و میخواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است. فصل سیزدهم. هم در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند. در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل با آنها گفت. او فرمود برزگری برای پاشیدن بعض به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بعض در مزرعه بود، بعضی دانه ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه صد یا شست یا سی دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چرا به صورت مثل برای آنها صحبت می کنی؟ ایسا در جواب فرمود قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده اما به آنها عطا نشده است زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مسئله صحبت می کنم. زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی و نمی فهمند. پیشگوی اشعیا درباری آنان تحقق یافته است که می گوید پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید. پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید. زیرا ذهن این مردم کن گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است. و الا چشمانشان میدید و گوشهایشان میشنید و میفهمیدند و بازگشت میکردند و من آنان را شفا میدادم اما خوشا به حال شما که ششمانتان میبیند و گوشهایتان میشنود بدانید که پیامبران و نیک مردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را که شما اکنون میبینید ببینند و ندیدند و آنچرا که شما میشنوید بشنوند و نشنیدند پس معنی مسئله برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مجده پادشاهی خدا را میشنود ولی آن را نمیفهمد. شیطان میآید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این بس است که در وسط راه افتاده بود. دانه که در سنگ لاخ می افتد مانند است که تا پیام را میشنود، با شادی میپذیرد. ولی در او ریشه نمیگیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مجده زحمت و آزاری به او برسد فورا دل سرد می شود. دانه که به داخل خارها افتاد مانند آن کسی است که پیام را می شنود. اما نگرانی های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و سمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی میماند که پیام را می شنود و آن را می فهمد و صد یا شست یا سی برابر سمر به بار می آورد. پس از آن ایسا مثل دیگر نیز برای آنان آورده گفت پادشاه آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت. اما وقتی همه در خواب بودن دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نموف کردند تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد دهخانان پیش ارباب خود آمده گفتند ای آقا مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود پس این تلخه ها از کجا آمدند او در جواب گفت این کار کار دشمن است. به به او گفتند پس اجازه می دهیم ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم. او گفت خیر چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخ ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. عیسی یک مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را میگیرد و در مزرعه خود میکارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست، پس از آن که رشد و نمو کند، از بوته دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند. ایسا برای آنان مثل دیگری آورده گفت پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمان آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثال بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگوی نبی تحقق یابد که فرموده است من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد و خلقت عالم پوشیده مانده است. پس از آن عیسی مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند معنی مثل تلخه های مزرعه را برای ما شهر بده. عیسی در جواب گفت کسی که بذر نیکو میکارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم های تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همونطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع میکنند و در کوره مشتعل خواهند افکند جایی که اشک میریزند و دندان بر دندان میافشورند در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید هر که گوش شنوا دارد بشنود پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعی پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا می کند. او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود وقتی که مرواری بسیار گرانبهایی را پیدا کرد رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید و نیز پادشاهی آسمانی مانند توریست که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی های مختلف سید نمود. وقتی تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند. و آن وقت نشسته ماهی های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته آنها را در کوره های مشتعل می اندازند. جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. عیسی از آنها پرسید آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند آری. عیسی با آنان فرمود پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد مانند صاحب خانه است که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد. وقتی عیسی این مسئله را به پایان رسانید آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب میپرسیدند این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است مگر او پسر یک نجار نیست مگر نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی باشند پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است پس آنها او را رد کردند عیسی به آنها گفت یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد فصل چهاردهم در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید او به ملازمان خود گفت این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور میرسد زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود چون یحیی به هیرودیس گفته بود تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی هیرودیس میخواست او را بکشد اما از مردم میترسید زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود ولی در موقع جشن تولد هیرودیس دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هر هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده. پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد. ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیا را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردن و آن را به خاک سپردند پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند عیسی وقتی این خبر را شنید آنجا را ترک کرد و با غایق به جای خلوتی رفت اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند همین که عیسی به ساحل رسید جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است روز هم باخر آخر رسیده مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند. ایسا به ایشان گفت احتیاجی نیست مردم بروند خود شما به آنان خوراک بدهید. شاگردان گفتند ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم. ایسا در جواب فرمود آنها را پیش من بیاورید. و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شک نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردن و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردن دوازده زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان پنج هزار مرد خوراک خوردن. آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند وقتی شب شد او در آنجا تنها بود در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت سه و شش صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم میزد نزد آنها آمد وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه میرود آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبه است عیسی فورا به ایشان گفت دل قوی دارید من هستم نترسید پتروس گفت ای خداوند اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم عیسی فرمود بیا پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق میشد فریاد زد خداوندا نجاتم بده عیسی فورا رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده میگفتند تو واقعا پسر خدا هستی. آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. به محض اینکه مردم آن محل ایسا را شناختن کسانی را به تمام آن نواهی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس میکرد کاملا شفا می یافت. فصل پانزدهم. در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده میگیرند و پیش از خوردن غذا دستهای خود را نمیشویند ایسا با آنان جواب داد چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را میشکنید مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود اما شما میگویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم دیگر او مجبور نیست به این وسیله بانها آنها احترام بگذارد شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید ای ریاکاران اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی که گفت این قوم با زبان خود به من احترام میگذارند اما دلهایشون از من دور است عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم میدهند آنگاه عیسی مردم را پیش خود خوانده به ایشان گفت به من گوش دهید و این را بدان که انسان به وسیله آنچه میخورد و می نوشد نجس نمی شود. بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می او را نجس می سازد. در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدن؟ ایسا جواب داد هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند. و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد. آنگاه پتروس به عیسی گفت معنی این مثل را برای ما تعریف کن. عیسی در جواب فرمود پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که چه از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود. اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را نجس می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند. و این چیزهایی که آدمی را نجس می سازند، نه نشستن دستها قبل از قضا. آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت ای آقا ای فرزند داوود به من رحم کن دخترم سخت گرفتار ارواح پلید شده است اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان جلو آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند او فریادکنان به دنبال ما میآید او را بفرست برود ایسا در جواب گفت من فقط برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. اما آن زن جلو آمده پیش پای ایسا به خاک افتاد و فریاد زد ای آقا به من کمک کن. ایسا در جواب او گفت درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سکها بیندازیم، اما آن زن جواب داد درست است ای آقا. اما سکها نیست از ریزه های غذایی که از سفره ارباباشان، می میخورن عیسی در جواب به او گفت ای زن ایمان تو عظیم است آرزوی تو برآورده شود و از همان لحظه دخترش شفا یافت عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست عده زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاق و کوران گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او میگذاشتند و او آنها را شفا میداد مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاق را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند عیسی شاگردان را پیش خود خوانده با آنان گفت دل من برای این مردم می سوزد. الان سه روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمیخواهم آنها را گرسنه روانه کنم چون ممکن است در راه ضعف کنند. شاگردان جر جواب گفتند از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟ عیسی پرسید چند نان دارید؟ جواب دادند هفت نان و چند ماهی کوچک. عیسی دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن هفنان و ماهی را گرفت و پس از آنکه خدا را شک نمود آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردن و سیر شدن و از خورده های باقی مانده هفت زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان چهار هزار مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را مرخص کرد و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل رفت فصل هم فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی به آنان نشان دهد عیسی در جواب آنها گفت در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما میگویید هوا خوب خواهد و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد میگویید باران خواهد بارید شما که می توانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید چگونه نمی توانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید این نسل شریر و بی جویای آیت است و آیتی جز آیت یونس نبی بانها با داده نخواهد شد پس از آن عیسی ها را ترک کرد و از آنجا رفت شاگردان با آن طرف دریا می ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید آنها در بین خود صحبت کرده میگفتند چون ما نان همراه خود نیاورده او چنین می عیسی ایسا این را در کرد و به ایشان گفت ای کم ایمانان چرا درباره نداشتن نان صحبت می آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن پنج نان و پنج هزار مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن هفت نان و چهار هزار مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان میخواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند نه از خمیر مایه نان وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید به نظر مردم پسر انسان کیست آنها جواب دادند بعضی ها میگویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای میگویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیاست ایسا پرسید شما مرا کی میدانید شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا خوشا به حال تو چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را برای بر تو مکشوف ساخته است و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخر کلیسای خود را بنا می کنم، و نیروهای مرگ هرگز بر آن شیره نخواهد شد و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم آنچه را که تو در زمین من کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچه که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببینند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کنار کشید و با اعتراض به او گفت خدا نکند. خیر، خداوند هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی برگشته به پتروس گفت دور شو ای شیطان تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. سپس عیسی به شاگردان خود فرمود اگر کسی بخواهد پیرو به من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می دهد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد زیرا او دیگر به هیچ قیمتی توانند را باز یابد پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان میآید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش میدهد بدان که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادن تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد. فصل هیفدهان بعد از شش روز ایسا پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد, برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. شهرش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسا و الیاس را دیدند که با ایسا گفتگو می کردن. آنگاه پتروس به ایسا گفت خداوندا چه خوب است که ما در اینجا هستیم اگر بخواهی من سه سایبان در اینجا می سازم. یکی برای تو؟ یکی برای موسا و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر سنایی شنیده شد که می گفت این از پسر عزیز من که از او خوشنودم به او گوش دهید. وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشت و گفت برخیزید دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند جز عیسی کس دیگری را ندیدند در حالی که از کوه پایین می عیسی به آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند شاگردان پرسیدند پس چرا ملایان میگویند باید اول الیاس بیاید عیسی پاسخ داد درست است اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد اما من به شما میگویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببینند در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او یحیای تعمید دهنده است همین که ایسا و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد ایسا آمد و در برابر او زانو زده گفت ای آقا بر پسر من رحم کن. او مسروع است و دوچار حمله های سختی می شود. به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم اما نتوانستن او را شفا دهند. ایسا در جواب گفت مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم او را پیش من بیاوریم. پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شود دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم عیسی جواب داد چون ایمان شما کم است بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردر ایمان داشتید می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند عیسی به ایشان گفت پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کش ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد شاگردان بسیار غمگین شدند در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناهوم کسانی که مأمور وصول مالیات برای معبد بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند آیا استاد تو مالیات معبد را نمی پردازد؟ پتروس گفت البته وقتی پتروس به خانه رفت قبل از آنکه چیزی بگوید عیسی به او گفت ای شمعون به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گیرند از ملت خود یا از بیگانگان پتروس گفت از بیگانگان عیسی فرمود در این صورت خود ملت معاف است اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند برو و قلابی به دریا بیانداز وقتی دهان اولین ماهی سید شده را باز کنی سکه در آن خواهی یافت آن را بردار و بابت مالیات من و خودت بانها آنها بده فصل هم در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان گفت در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود مسلما لغزش هایی پیش خواهد آمد اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود بنابراین اگر دست یا پای تو تو را به گناه بکشاند آن را قطع کن و دور بیانداز زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی و اگر چشم تو تو را به گناه میکشاند آن را درآور و دور بیانداز زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد عقیده شما چیست اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشده به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود اگر برادرت به تو بدی کند برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز یافته ای و اگر به سخن تو گوش ندهد یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود موضوع را به اطلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید در آسمان حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در آسمان حلال خواهد شد و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا میخواهند یک دل باشند پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم. در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید خداوندا اگر برادر من نسبت به من خطا کند تا چند بار باید او را ببخشم تا هفت بار عیسی در جواب گفت نمیگویم هفت بار بلکه هفتاد مرتبه هفت بار چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد وقتی این کار را شروع کرد شخصی را نزد او آوردند که میلیونها تومان به او بدهکار بود اما چون او نمیتوانست آن را به پردازد اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیاش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت ای آقا به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت دل ارباب به حال او سوخت به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود اما او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بده کار بود او را گرفت و گلویش را فشرده گفت بدهی خود را به من بپرداز آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت به من مهلت بده پول تو را میپردازم اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد خادمان دیگر که این ماجرا را دیدن بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند او آن مرد را احضار کرده به او گفت ای غلام شریر به خاطر خواهشی که از من کردی من همه بدهی تو را به تو بخشیدم آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت تو هم به همکار خود ترحم می ارباب انقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. فصل نوزدهم وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به نواحی یهودیه در آن طرف رود اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدن آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟ عیسی در جواب از آنها پرسید آیا تا به حال نخانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شود. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد آنها پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاقنامه به زن خود از او جدا شود عیسی در جواب گفت به خاطر سنگدلی شما بود که موسا اجازه داد از زن خود جدا شوید ولی از ابتدای خلقت چنین نبود اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر علتی به جز علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود. شاگردان به او گفتند اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشد پس بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند. عیسی بانها با گفت همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند. بعضیها طوری به دنیا آمدن که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. اده هم به دست انسان مقتول نس شدن و اده نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آن را بپذیرد. در این وقت اده از مردم بچه های کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند. اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی با آنان فرمود بگذارید بچه های کوچک نزد من بیایند و مانع آنان نشوید زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد. عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی جلو آمد و از ایسا پرسید، ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟ ایسا به او گفت، چرا درباره نیکی از من سوال می کنی؟ فقط یکی نیکو است. اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی احکام شریعت را نگاه دار. او پرسید، کدام احکام؟ ایسا در جواب فرمود، قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایت را مانند خودت دوست بدار. آن جوان پاسخ داد، من همه اینها را نگاه داشتم، دیگر چه چیزی کم دارم؟ عیسی به او فرمود، اگر میخواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده، تا برای تو در عالم بالا ثروتی اندوخته شود آن وقت بیا و از من پیروی کن وقتی آن جوان این را شنید با دلی افسرده از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار داشت عیسی به شاگردان خود فرمود بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است باز هم می گویم. که گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. شاگردان از شنیدن این سخن سخت ناراحت شده پرسیدند پس چه کسی میتواند نجات بیابد؟ عیسی با آنان نگاه کرد و فرمود برای انسان این محال است ولی برای خدا همه چیز ممکن می پتروس در جواب به او گفت ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم. پاداش ما چه خواهد بود؟ عیسی پاسخ داد در حقیقت به شما می گویم که در روز معاد در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند شما که از من پیروی کرده اید بر دوازده تخت خواهید نشست و بر دوازده تایفه اسرائیل داوری خواهید نمود و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد آورد اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند فصل بیستم پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی را برای تاکستان خود اجیر کند و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند آنان را به سر کار فرستاد ساعت نه صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند به آنها گفت بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت سه بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل ادهی را عجیر نمود. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید و با آنان گفت چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدن شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدن. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند اما به آنان به اندازه دیگران داده شد وقتی کارگران مزد خود را گرفتند شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند این کسانی که آخر همه آمدن فقط یک ساعت کار کردن و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت ای رفیق من که به تو ظلمی نکردم. مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی. پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تومز بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می کنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. وقتی عیسی به طرف اورشلیم میرفت، در راه دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید عیسی پرسید چه میخواهی گفت قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت شما نمیدانید که چه میخواهید آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟ آنها جواب دادند: بله، می توانیم. عیسی با آنان گفت: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلا برایشان آماده کرده است. وقتی ده شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدن، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود، شما می دانید که در این دنیا حکرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد، باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او میرفت در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون نشنیدن که عیسی از آنجا میگذرد فریاد زده گفتند ای آقا ای پسر داوود بر ما رحم کن مردم آنان را سرزنش کرده و به آنها میگفتند که ساکت شوند اما اون دو نفر بیشتر فریاد کرده میگفتند ای آقا ای پسر داوود به ما رحم کن عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید چه میخواهید برایتان انجام دهم آنها گفتند ای آقا ما خواهیم که چشمان ما باز شوند عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند فصل 21 وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی‌های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، ایسا دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن اولاغی را با کرهش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگوی نبی تحقق یافت که میفرماید به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر اولاغی نشسته و بر کره چارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو میآید آن دو شاگرد رفتند و آنچه چه آنها گفته شده بود انجام دادند و آن اولاغ و کرش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را میبریدند و در راه میگسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدن فریاد می زدن و می گفتن مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید. خدای متعال او را مبارک سازد همین که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و دی میپرسیدند این شخص کیست جمعیت پاسخ میدادند این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتن بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت کتاب مقدس میفرماید خانه من نمازخانه خانه خواهنده خواهد شد اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد میزدند مبارک باد پسر داوود خشمگین شدند آنها از عیسی پرسیدند آیا میشنوی اینها چه میگویند عیسی جواب داد بلی میشنوم مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخارگان را میآموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود تو دیگر هرگز سمری نخواهی آورد. با آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند چرا این درخت به این زودی خشک شد؟ عیسی در پاسخ به آنان گفت یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید نه تنها قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود چنین خواهد شد و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت. ایسا وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند با چه اجازه ای دست به چنین کارهایی میزنی و کی این اختیار را به تو داده است؟ عیسی در جواب آنها گفت من نیز از شما سوال می کنم. اگر با آن جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه ای این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟ بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می گفتن اگر بگوییم از جانب خداست او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب انسان است از مردم می ترسیم زیرا همه یحیی را یک پیامبر میدانند؟ از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمیدانیم عیسی فرمود پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه ای این کارها را میکنم عقیده شما در این خصوص چیست شخصی دو پسر داشت او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان من برو و در آنجا کار کن آن پسر جواب داد من نمیروم اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد اطاعت میکنم ای آقا. اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتند اولی. پس عیسی جواب داد. بدانید. که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد. زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید به مثل دیگری گوش دهید مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت. آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته، یکی را کتک زدند، دیگری را کشتند و سومی را سنگ سار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنها نیز به همان طور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: آنان احترام پسرم را نگه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدن به یکدیگر گفتند این وارث است. بیایید او را بکشیم و میراسش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قطر رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟ آنها جواب دادند آن مردان شری را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند. آنگاه حساب آنان فرمود آیا تا کنون در کلام خدا نخانده اید؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می آید. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که سمراتی شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خورد خواهد شد. و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به قبار مبدل خواهد ساخت وقتی سران کاهنان و فریسیان مسئله او را شنیدن، فهمیدن که عیسی با آنها اشاره می کنن. آنها خواستن او را دستگیر کنند، اما از مردم که عیسی را پیامبر می دانستن، می فصل بیست و دوم ایسا باز هم برای مردم مثلی آورده گفت پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند. اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر ادعی را فرستاد با آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید چون زیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعی خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدن و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. یا پادشاه به نوکران خود گفت جشن عروسی آماده است. اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند. و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیاندازید. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. زیرا دعوت شدگان بسیارن، اما برگزیدگان کم هستند. آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیان آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده از هواداران هیرودیس به نزد ایسا فرستاده گفتند ای استاد ما میدانیم که تو مرد راستگویی هستی چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و حراس از انسان با راستی تعلیم میدهی پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود ای ریاکاران چرا میخواهید مرا امتحان کنید سکه ای را که با آن مالیات خود را میپردازید به من نشان دهید آنها یک سکه نقره به او دادند عیسی پرسید این تصویر و عنوان مال کیست آنها جواب دادند مال قیصر عیسی به آنان فرمود پس آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتن و ایسا را تنها گذاشتن. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدن و از او سؤال نمودن. ای استاد، موسا گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد، برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما هفت برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آن که دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند عیسی جواب داد شما در اشتباهید نه از کلام خدا چیزی میدانید و نه از قدرت او در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است من خدای ابراهیم، خدای اسحق، خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدن از تعالیم او مات و مبهود شدن. وقتی فریسیان شنیدن که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سوالی نموده گفت ای استاد کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است عیسی جواب داد خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار این اولین و بزرگترین حکم شریعت است دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست او فرزند کیست آنها جواب دادند او فرزند داوود است عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند میخواند زیرا داوود میگوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم او چطور میتواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند میخواند هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی بنماید. فصل 23. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسا نشستن، شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید اما از اعمال آنان پیروی نکنید زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان هر چه میکنن برای تظاهر و خودنمایی است دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهنتر میسازند آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند اما شما نباید استاد خوانده شوید زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید و هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر آسمانی و نباید پیشوا خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح هست. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیق خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم میبندید خودتان وارد نمیشوید و دیگران را هم که میخواهند وارد شوند باز میدارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مال بیوه زنان را میبلید و حال آنکه محض خودنمایی نماز خود را طول میدهید به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما دریا و خشکی را طی کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. وای بر شما ای راه نمایان کور شما میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست اما اگر به طلاهای سو، معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند ای احمقان و ای کوران کدام مهمتر است طلا یا معبد که طلا را تقدیس می کند؟ شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگن بخورد موظف است به آن عمل کند ای کوران کدام مهمتر است هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس می کند؟ کسی که به قربانگاه سوگن یاد می کند به آن و به هرچه بر روی آن است سوگن می خورد و کسی که به معبد سوگن می خورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگن خورده است و هرگاه کسی به آسمان سوگن بخورد به تخت خدا و آن کس که بر آن می نشیند سوگن خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام قفلت نکنید. ای راهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شطور را می بلید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد شد. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مثل مقبرهای سفید شده ای هستید که ظاهر زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوانهای مردگان و انواع کسافات است شما هم همینطور ظاهرا مردمانی کار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مقبرهای پیغمبران را میسازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزئین می کنید و میگویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قطع رسانیدن. پس بروید و که پدرانتان شروع کردن به اتمام رسانید. ای ماران، ای افیزادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما میفرستم اما شما بعضی را میکشید و مصلوب میکنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه میزنید و شهر به شهر میرانید و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما میگویم گناه تمام این کارها به گردن این نست خواهد بود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیام بران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگ سار کردی. چه بسیار اوقاتی که آرزو می کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پروبال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند میآید فصل بیست و چهارم در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت، آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند به ما بگو کی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود عیسی جواب داد مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد زمانی میآید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. حراسان نشوید، چنین وقایی باید رخ دهد، ده اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی‌ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا میرسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید شنونده خوب توجه کند کسانی که در یهودی هستند باید به کوه‌ها بگریزند اگر کسی روی بام خانی باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید و اگر کسی در مزرعه باشد نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد آن روسا برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است آن را باور نکنید زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردم. توجه کنید من قبلا شما را آگاه ساختم اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامه از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشهی باشد لاش خوران در آنجا جمع می شود. به محض که مصیبت آن روزها به پایان برسد خورشید تاریخ خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی میآید شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را میفرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید، هر وقت شاههایان جوانه میزنند و برگ میآورند شما میدانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک بلکه بسیار نزدیک است بدانید تا همه این چیزها واقع نشود مردمان این نسل نخواهند مرد آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن میخبرند زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود در روزهای قبل از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت مردم میخوردند و نوشیدند و ازدواج میکردند و چیزی نمیفهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود از دو نفر که در مزرعه هستند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند و از دو زن که دست آس میکنند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند پس بیدار باشید زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید به خاطر داشته باشید اگر صابخانه میدانست که دوز در چه ساعت از شب میآید بیدار میماند و نمیگذاشت دوز وارد خانهاش بشود پس شما باید همیشه آماده باشید. زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیری آنان را بدهد. خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت اما اگر آن قلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار قلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمیداند اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد فصل بیست و پنجام در آن روز پادشاهی آسمانی مثل ده دختر جوان خواهد بود که چراغهای خود را برداشته به استقبال داماد رفتن. پنج نفر از آنان دانا و پنج نفر نادان بودند. دختران نادان چراغهای خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ روغن نبردند. اما دختران دانا چراغهای خود را با ظرفهای پر از روغن بردن. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان بود. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت داماد میآید به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدن همه برخاستند چراغهایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند چراغهای ما در حال خاموش شدن است مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند خیر برای همه ما کافی نیست. بهتر از شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتن روغن بخرند داماد وارد شد. کسانی که آمده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن پنج دختر دیگر برگشتن فریاد زدند ای آقا ای آقا در را به روی ما باز کن اما او جواب داد به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید پادشاهی خدا مانند مردی است که میخواست سفر کند پس غلامان خود را خوانده تمام ثروتش را به آنان سپرد و به هر یک به نسبت توانایی از چیزی داد به یکی پنج کیسه زر به دیگری دو کیسه و به سومی یک کیسه و پس از آن به سفر رفت. مردی که پنج کیسه زر داشت زود رفت و با آنها تجارت کرد و پنج کیسه زر سود برد. همچنین آن مردی که دو کیسه زر داشت دو کیسه دیگر سود آورد. اما آن مردی که یک کیسه زر به او داده شده بود رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تصفیه حساب پرداخت. کسی که پنج کیسه زر به او داده شده بود آمد و پنج کیسه ای را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت تو این پنج کیسه را به من سپرده بودی این پنج کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت آفرین ای غلام خوب و امین تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد بیا و در شادی ارباب خود شریک باش آنگاه مردی که دو کیسه زر آمد و گفت تو دو کیسه به من سپردی این دو کیسه دیگر هم سودان است ارباب گفت آفرین ای غلام خوب و امین تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که یک کیسه به او داده شده بود آمد و گفت ای ارباب من می دانستم که تو مرد سختگیری هستی. از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع مایی. پس ترسیدم و رفتم و طلای تو را در زمین پنهان کردم. بفرما پول تو اینجاست. ارباب گفت ای قلام بد سرشت و تنبل. تو که میدانستی من از جایی که نکاشدم درو میکنم و از جایی که نپاشیدم جمع میکنم پس به همین دلیل میباید پول مرا به صرافان میدادی تا وقتی من از سفر برمیگردم آن را با سودش پس بگیرم کیسه زر را از او بگیرید و به آن کس که ده کیسه دارد بدهید زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و با آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد این غلام بیفایده را به تاریکی بیاندازید جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان میآید بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد، گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت، ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافت. بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید وقتی تشنه بودم به من آب دادید هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید وقتی اوریان بودم مرا پوشانیدید وقتی بیمار بودم به ایادت من آمدید وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد ای خداوند چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشانیدیم کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم پادشاه در جواب خواهد گفت بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید به من کرد. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت ای مل اونان از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من آب ندادید. وقتی قریب بودم به من منزل ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید، و وقتی بیمار و محبوس بودم به ایادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا اوریان یا بیمار یا محبوس دیدین و کاری برایت نکردیم. او جواب خواهد داد بدانید آنچه به یکی از این کوچکان نکردید به من نکردید و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید. ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد. فصل بیست در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت شما می دانید که دو روز دیگر عید فسح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مسلوب می کنند. در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گردد مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود آن زن عطر را روی سر او ریخت شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اسراف برای چیست ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم عیسی این را فهمید و به آنان گفت چرا مزاحم این زن می او کار بسیار خوبی ریخت برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل به داده شود آنچه او کرده است به یاد بوده او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن دوازده هواری بود پیش سران کاهنان رفت و گفت اگر ایسا را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان سی سکه نقره شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا ایسا را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فتیر شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند کجا میل داری برای تو شام فسح را آماده کنیم عیسی جواب داد در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فسح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده و شام فسح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، ایسا با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود، بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدن، خداوندا آیا من آن شخص هستم؟ ایسا جواب داد، کسی که دست خود را با من در کاسه فروم کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن که, که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت، ای استاد آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد همون طور است که میگویی. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکگذاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکگذاری آن را به شاگردان داد و گفت همه شما از این بنوشید زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آموزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. پس از آن سرود فسح را خواندن و به طرف کوه زیتون رفتن. آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد. زیرا کتاب مقدس میفرماید شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد اما پس از آنکه دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت پتروس جواب داد حتی اگر همه تو را ترک نمایند من هرگز چنین کاری نخواهم کرد عیسی به او گفت یقین بدان كه همین که همین امشب پیش از آنکه خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی پتروس گفت حتی اگر لازم شود با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت ایسا با شاگردان خود به محلی به نام جت سیمانی رسید و به آنان گفت در اینجا بنشینید من برای دعا به آنجا می میروم. او پتروس و دو پسر زبده ای را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید عیسی کمی جلوتر رفت رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت ای پدر اگر ممکن است این پیاده را از من دور کن اما نه به اراده من بلکه به اراده تو بعد پیشان سه شاگرد برگشت و دید آنان خابیدن. پس به پتروس فرمود، آیا هیچ شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است، اما جسم ناتوان. ایسا بار دیگر رفت و دعا نموده گفت، ای پدر، اگر راه دیگری نیست، جز این که من این پیاله را بنوشم پس اراده تو انجام شود باز عیسی آمده آنان را در خواب دید زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد آنگاه نزد شاگردان برگشت و آنان گفت باز هم خواب هستید هنوز استراحت کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود برخیزید، برویم آن خائن الان میآید عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا یکی از دوازده هواری همراه گروه کسیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است او را بگیرید. پس یهودا فورا به طرف عیسی رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید. عیسی در جواب گفت ای رفیق کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتن. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید ولی عیسی به او فرمود شمشیر خود را قلاف کن هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت مگر میخواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید. هر روز من در معبد می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند و انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه ایسا را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال ایسا آمد. تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی میکردند که دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت های دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخواستند و گفتند این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف سه روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم برخواسته از عیسی پرسید آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمی دهی؟ اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگن می دهم. به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد همان است که تو می گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت او کف گفت. آیا شهادتی بالاتر از این میخواهید شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید نظر شما چیست آنها جواب دادند او مستوجب اعدام است آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدن و کسانی که بر رخسارش سیلی میزدند میگفتند حالا ای مسیح از قیب بگو کی تو را زده است در این وقت پتروس در بیرون در حیات خانه نشسته بود که خادمه ای پیش او آمده گفت تو هم با ایسای جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت من نمیدانم تو چی میگویی. پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت این شخص با ایسای ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت من قسم میخورم که آن مرد را نمیشناسم. کمی بعد کسانی که, که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لهجهت پیداست اما پتروس سوگن خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی پس بیرون رفت و زار زار گریست. فصل بیست و هفتم وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه ایسا را به قتل برسانند. پس از آن، او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است از کار خود پشیمان شد و سی سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت من گناه کردم که به یک مرد بی گناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست خودت میدانی پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با تناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخ زیرا خونبه هاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود و به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که میگوید آنها آن سی سکه نقره یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تنگ کرده بودند گرفتند و با آن مزرعه کوزگر را خریدن چنان که خداوند به من فرموده است در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند فرماندار از او پرسید آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود همان است که میگویی. ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می‌نمودند جوابی نمیداد. آنگاه پیلاتوس به او گفت: آیا این شهادت‌هایی را که علیه تو می‌دهند نمی‌شنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد سازد. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام براباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند پیلاتوس بانان آنان گفت می کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ براباس یا ایسای معروف به مسیح را؟ زیرا او میدانست که یهودیان از روی حسد ایسا را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شهر برای او فرستاد. با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. زمنان سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که براباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را میخواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند براباس را. پیلاتوس پرسید پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ با آنان یک صدا گفتند مسلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتن مسلوبش کن. وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده این ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد پس از آن براباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیات کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند اول لباس ایسا را درآوردند و شنل ارقوانی رنگی را به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به میگفتند درود بر پادشاه یهود آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش میزدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند وان شنر را درآورده لباس خودش را به او پوشانیدند آنگاه او را بردند تا مسلوب کنند در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد، آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شهر نوشتند. این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مسلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهای خود را می و با دشنام به او میگفتند تو که میخواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده میگفتند او دیگران را نجات میداد اما نمیتواند خودش را نجات دهد اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد میسازد. حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردن. از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. نزدیک ساعت سه عیسی با صدای بلند فریاد کرد. ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند الیاس را میخواند یکی از آنان فورا دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان ایسا برد. اما دیگران گفتند بگذارید ببینیم آیا الیاس میآید او را نجات دهد یا نه؟ ایسا بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپا. در آن لحظه پرده درون مقدس معبد از بالا تا به پایین دوپاره شد و چنان زمین لرزه ای شد که تخت سنگ ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند بدون شک این مرد پسر خدا بود عده ای از زنان که عیسی را خدمت میکردند و به دنبال او از جلی آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند در میان آنان مریم مجدلیه مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدن. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان ایسا بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد ایسا به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. و آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن قلتانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتن عالی جناب ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از سه روز از نو زنده خواهم شد پس دستور به فرما تا روز سوم قبل تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند وانگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فرید دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را محرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردن تا از قبر نگهبانی کنند. فصل بیست و هشتم بعد از روز سبت در سپید دم صبح روز یک شنبه مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد. زیرا فرشته خداوند از آسمان نازر شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری قلتانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید. و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدن و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت نترسید میدانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست. چنانکه خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبل خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شده گفت سلام بر شما زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند آنگاه عیسی با آنان فرمود نترسید بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید وقتی زنان در راه بودند بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند. تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودن اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. یازده شاگرد ایسا به جلیل با آن کوهی که ایسا گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید رفتن. وقتی آنها ایسا را دیدن او را پرستش کردند. هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود، تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند. و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم